با برنامه قیام ایران با شما همراه هستیم. در این قسمت از برنامه می‌خوایم بپردازیم به صحبت‌های اخیر وزیر کشور آخوند روحانی، یعنی رحمانی فضلی، که حرفایی زد تقریبا هم باندی‌های خودش رو شوکه کرد و اعترافاتی کرد در رابطه با ابعاد قیام. گزارشی داریم در همین رابطه، بعد هم گفتگویی داریم در رابطه با اینکه چرا رحمانی فضلی مجبور شد به چنین کاری دست بزنه. هرچه بیشتر در مورد قیام آبان در عمق رخدادها می رویم، نکات بسیار مهم دیگری مشخص می شود که نشان دهنده توطئه چینی و طراحی رژیم آخوندی علیه مردم ایران است. تا کنون بسیاری از مهره های نظام به شرایط حاکم بر کشور در مقطع قیام آبان اذعان کرده اند. برخی نیز مانند نمایندگان مجلس آخوندی مدعی شدند که از پشت پرده ها اطلاع نداشتند. اما اعتراف های وزیر کشور رژیم ابهامات را برطرف کرده و روی این واقعیت انگوش می گذارد که رژیم آخوندی اولا به دلیل حل مسئله بود و نبود دست به خودزنی زد و قیمت بنزین را افزایش داد و همه عوامل رژیم از آن مطلع بودند و ثانیا کاملا خودش را برای شرایط قیام آماده کرده بود، که البته وسعت و گستردگی قیام و نیز شجاعت و تحور جوانان انقلابی تمام حسابهایش را نقش براب کرد. رحمانی فضلی ابتدا به وضعیت کنونی و مشکلاتی که نظام با آن مواجه است اعتراف کرد و گفت: مقدمه سوم اینه که ما باید بدونیم و قبول کنیم واقعیت را که مشکلاتی در جامعه به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی داریم. دلیل دوم بحث عمل کردی است. به هر حال در این 40 سال با توجه به شرایط مختلف نوع عمل کرد تونسته بخشی از این مشکلات رو انباشته کنه. با اینکه توضیحی درباره کم و کیف مشکلات نداد، اما روشن است که منظور او از انباشت مشکلات همان انباشت نارضایتی انفجاری مردم از میزان غارت و چپاول و ظلم رژیم است که اکنون به هر بهانه در جامعه سر باز می کند. او در ادامه وارد سناریوی افزایش قیمت بنزین شد و به دست داشتن همه طرف‌های رژیم از باند اصلاح طلب تا اصولگرا اعتراف کرد. جلساتی که در شورای امنیت برگزار شد همیشه روال و روند همینه. همه دستگاه عضو که عقبه اونها کارشناسی ها و تجربیات زیادی هست نظراتشون رو میارن در شورای امنیت مطرح میکنن و در شورای امنیت جمع‌بندی میشه. در شورای امنیت همه ملاحظات و همه تحلیل های دستگاه های مختلفه که در اونجا عضو هستن به اضافه دستگاه های بیرون از شورای امنیت که دارای نظراتی بودند، من جمله مثلا مرکز پژوهش مجلس، همه در اونجا مورد بررسی قرار گرفت. خب بر مبنای این نظرات، بله، در اونجا هم برخی از پیشبینی ها و برخی از مسائل و اینا کاملا در اونجا همه اینا بحث شد. خب 4 تا کارگروه تشکیل شد. مشخص است که دم و دستگاه رژیم از مدت ها قبل توان خودش را برای پیشبرد این طرح بسیج کرده بود. مهمترین کارگروهی هم که رحمانی روی آن تاکید کرده کارگروه انتظامی امنیتی بوده است. رحمانی فضلی به بسیج نیروهای امنیتی که ناشی از ترس و وحشت رژیم بوده اعتراف کرده و میگوید: کارگروه دوم کارگروه انتظامی و امنیتی است. همیشه این گونه است که نیروی انتظامی قرارگاه عملیاتی میزنه تحت عنوان قرارگاه امام علی و همه نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی عضو این قرارگاه هستند. وزیر کشور کابینه آخوند روحانی در ادامه نیز مجدداً اعتراف کرد که یک بار دیگر هم وضعیت جامعه را برای اعلام گرانی بنزین چک کرده و از ترس شوک وارده عقب نشینی کردند. اما خفگی اقتصادی بیش از این مجالشان نداد و مجبور شدند بالاخره دست به این کار بزنند. قرار بود که یک شب جمعه در 2 یا 3 ماه، بیشتر شاید 3-4 ماه قبل قرار بود این اجرا بشود. روز چهارشنبه زمان اجرای این تر لو رفت. یکی از خبرگزاری ها این خبر را زد، به نقل از یکی از مسئولین زد که در امشب، شب جمعه امشب، سوخت سمی بندی میشه. خب یادتون میاد شما احتمالا، تمام کشور صف شد، یعنی واقعا صف های چند کیلومتری
که باز ما به عنوان مثلا شورای امنیت اونجا مطرح کردیم که امکان اجرای اصلا نیست. یعنی خودشان هم میدانستند که با چه واکنشی از طرف مردم به جان آمده مواجه میشوند، لذا تصمیم میگیرند که طرح را کاملا مخفی نگه دارند. در این باره نیز این وزیر خائن با وارد کردن عناصر اطلاعاتی به صحنه گفت: بعدش که این دفعه بود که اجرا شد، عرض کردم تمام مباحث و تمام جلسات و تمام ملاحظات و تمام تحلیل ها، خب اونجا وزارت اطلاعات هست، مبانی کارش رو هم تجربه این کار را دارن، هم رصد مستمر دارن، هم پنهان هم آشکار، سپاه هست، خود همینطور نیروی انتظامی هست، همینطور قوه قضاییه، همه اطلاعات اومده اونجا تحلیل شد. نهایتا نیز به بسیج تمام عیار نظامی و امنیتی رژیم اعتراف کرد و گفت: تمام نیروی انتظامی در کشور چون مأمور شده بودند بخاطر مسائل امنیتی از پنبه‌زنان حفاظت کنند و مستقر بشن، همه مأمورین نظامی در کشور میدونستند ولی لو رفت، و همه مسئولین که در جلسات بودند وقتی در ساعت 12، در این مدت ما 3 بار با استانداران جلسه گذاشتیم، چند بار با به حال دستگاه های اجرایی، هر دستگاه اجرایی باز خودش جلسه، نیروی انتظامی جلسه گذاشت، وزارت اطلاعات جلسه گذاشت، سپاه جلسه گذاشت، همه نیروها توجیه شدن. ببینید این همه توجیه ها بازم این لو نرفت. ساعت 12ی که آخرین، من از ساعت 11:30 با تمام استانها به صورت ویدیو کنفرانس با همه شوراهای تامین استانها ویدیو کنفرانسی نشستم، باشون صحبت کردم، اعلام آمادگیشون رو پرسیدم، گفتم مشکل نداره، آماده هستیم. بله، این بخش اندکی از پشت صحنه هماهنگی همه جانبه تمامی عناصر رژیم از وزیر تا نماینده و بخش‌های نظامی و اطلاعاتی است. این بخش اندکی از توطئه علیه مردم ایران برای به تاراج بردن باقی مانده سفره آنان است. اما همانطور که گفته شد، یک چیز تمام حساب و کتاب‌های این رژیم غارتگر را برهم زد. آن هم حضور تمام قد نسلی بود که حاضر شد تمام قیمت را بدهد و صحنه را برای حرامیان رژیم خالی نکند. از این نقطه اعتراف‌های وزیر به اصطلاح کشور به همین واقعیت اختصاص دارد. او اعتراف کرد که مردم شعارهای براندازانه دادند و رژیم مجبور شده که اینترنت را قطع کند. بعد هم به سازماندهی جوانان شورشی اذعان کرد. برای آنکه به ابعاد وسیع این قیام نیز پی ببریم، کافی است که اعترافات همین مهره رژیم را هم در خاتمه قید کنیم. او اعتراف کرد که 731 بانک، 140 مکان عمومی، بخوانید مؤسسات مالی و بنگاه‌های چپاول و فروشگاه‌های سپاه، 70 پمپ بنزین، 9 مکان مذهبی تخریب و به آتش کشیده شد. بله، این هم گوشه‌ای از خشم مردم است. وقتی نظامی به جای حل مشکلات مردم برای خالی کردن سفره آنها دست به توطئه چینی می‌زند، حداقل واکنش از سوی مردم شورش و قیام سراسری است. از آنجا که ریشه مشکلات اقتصادی و امنیتی در کشور ما همانا رژیم آخوندی است، پس باید هر روز انتظار شعله برتر شدن آتش خشم مردم بود. این نبرد ناگزیری است که بین مردم و رژیم آخوندی جریان دارد و اکنون به لحظات و صحنه های پایانی خود رسیده است. آقا آتشین می شود. گزارشی دیدیم از صحبت های رحمانی فضلی. در همین رابطه می خواهیم گفتگوی داشته باشیم با بابک رهنورد. خوشحالم که این فرصت رو داریم که با هم صحبت کنیم. بابک، در این رابطه من هم خوشحالم از این فرصتی که من دادید. خیلی اجازه بدید قبلش سلام کنم خدمت بینندگان عزیز در سرتاسر میهن، مردم قیام آفرین که رژیم رو به همچین روزی انداختن که چنین اعترافاتی میکنن سرکردگانش. الان از صحبت های رحمانی فضلی که همین گذشته، بقیه همباندی های خودشون هم موضع گیری کردن، در واقع به نوعی ابراز کردن که شوکن از صحبت فضلی، رحمانی فضلی، و بعد هم صحبت روحانی که بعد از اون بود. چرا وزیر کشور روحانی این کار رو میکنه؟ آیا مجبوره که این کار رو بکنه یا توطئه‌ای داره، ترفندی داره؟ برای چی این کار رو کرد و این حرفا رو زد؟ بله، یک علتش میتونه این باشه. خب رحمانی فضلی وزیر کشوره، این اتفاقاتی که افتاده تو حوزه وزارتخونه اون افتاده و حتی میدونید بحث استیضاحش در میونه. خب این اومده، چون تا اونجا که میدونم 70 تا امضا جمع کردن برای استیضاحش، این اومده پیشاپیش یک دفاعی بکنه از خودش در مقابل حمله احتمالی توی بحران‌های درونی رژیم و جنگ باندیش، یک دفاع زودتری کرده نسبت به حمله‌ای که به این میشه. شاید هم بحث استیضاح
براش جدیه. بیشتر یک وجه صحبت‌های رحمانی فضلی دفاع از خودش و رفع اتهام بوده نسبت به اینکه مثلا غافلگیر شده یا چرا تمهیدات لازم رو پیش بینی نکرده برای جلوگیری از این قیام. یک بخش دیگه این هم هستش که شما اگه روند اخبار رو دنبال کرده باشید، از اومدن خامنه‌ای به صحنه فضایی که رژیم میداد به طور مشخص خود خامنه‌ای، گویا اینکه یک امری بوده، مثلا 3-4 روز قبل بحث شده سر گنونی بنزین و تو همون یک هفته مثلا خامنه‌ای تصمیم گرفته و به تبعش مثلا انگار که این قیام رژیم در مقابل این قیام غافلگیر شده، پیش‌بینی‌های لازم رو نکرده، سپاه و بسیج و نیروهای سرکوبگرش نتونست فکر نمی‌کردن چه این اتفاقی بیفته. خب در این فرضیه پای رحمانی فضلی گیر میافتاد. خب میگفتن که تو باید فکر میکردی قصور داشته، قصور داشته، بله، چون حوزه ماموریت این وزیر میشه توی رژیم. این هم آمده یک دفاعی میکنه از خودش، داره کارنامه رو میگه، میگه اولا که موضوع مال 3-4 ماه قبله، اون موقع لو رفت، به تفصیل میگه دیگه، حالا چون گزارش رو هموطنان دیدن من سریع از این قسمتش میذارم. میگه موضوع که مال 3-4 ماه قبله، موضوع اصلا لو رفت، صفهای بنزین دیدیم کوتاه اومدیم و ما این دفعه که می‌خواستیم بگیم با ویدیو کنفرانس با همه استاندارا در تماس بودیم و از همه مهمتر قرارگاه ضد امام علی، یعنی قرارگاه انتظامی مواقع حساس و به قول خودشون مواقعی که تهدید قیام هست آماده باش بوده. قرارگاه امام علی من مختصر بگم با ضد امام علی، البته با محوریت نیروی انتظامی تشکیل میشه ولی ارگان‌های دیگه توش هستن، اطلاعات، بسیج، حتی بخش‌های سپاه، ولی فرماندهیش با انتظامی رژیم هست که ما غافلگیر نشدیم، طبیعت این قیام بوده. قبلترش هم یعنی در همین روزها روحانی هم گفت اصلا بهمن ماه خامنه ای از من پیگیری میشد که تو چرا این طرح بنزین اجرا نمیشه، که این خلاف اون چیزیه که رژیم میخواد. به اصطلاح در تبلیغاتش میگفت که گویا این موضوع مثلا در عرض یک هفته شده و خامنه ای آمده و تصمیم گرفته. این نشون میده که نه، موضوع ریشه دار بوده و بحثی است که مدت هاست روی میز رژیم و شخص خامنه ای هستش. یعنی اینکه این اومده از خودش و به اصطلاح دولت روحانی داره دفاع میکنه، حالا میگیم بخشش به خاطر استیضاحی که دارن میکنن، خب حتما بخشش هم به خاطر فشارهایی که روشون هست، بالاخره اون جناح اینا رو مسئول این قضیه میدونه. سوال اینه که آیا مثلا گفتن این حرفا بدتر نمیکنه؟ یعنی بنزین رو آتیش نیست با. چون خیلی چیزا رو ریخت روی میز، خیلی واقعیت‌های ریخت رو میز که همه نمیدونستن از اینکه این اینقدر آماده بودن ولی با این حال نتونستن کاری بکنن. بله ببینید، خب یه بخشش که من گفتم رفع اتهام از خودشه، ولی یک بخشش هم میخواد میاد میگه ما هممون مقصریم، ولی یه بخش اصلی تری داره که ناظر به این حرف شماست، اونم بخشی که ابعاد این قیام رو میخواد شرح بده برای نیروهای خودی، که این رو ساده نگیرید، این داستان تکراری نیست، مثلا یک قیامی روبرو شدیم با این ابعاد. بعد برای اینکه به اونها بفهمونه که ابعاد، چون گفتم مسئول این کار بوده، اعترافاتی میکنه که خونه جالبه که بخشش تو گزارش بود ولی من دو قسمتش برام خیلی جالبه، که از زبان وزیر کشور رژیم بانکو اینها رو که گفت، ولی حمله به 50 مرکز امنیتی انتظامی رژیم روی این دست میذاره و تعداد معترضین 130 تا 200,000. این توجه کنید، این وزیر کشور رژیمه، قطعا کمتر میگه، قطعا مینینیزه میکنه. خب ببینید چرا این رحمانی فضلی اینو میگه؟ میشه گفتید خب روحیه نیروهاش اثر میذاره. اولا که نیروهاش اینو تو خیابون میبینن اینها رو. فرض کنید مثلا رحمانی فضلی بیاد بگه که هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی خب بالاخره گفتن اینها از زبان یک وزیر یک وزن سیاسی دیگه ای داره. یک بخشش اولا که یک بخش خب نیروهاش میبینن. یک بخشش هم اینه، داره انذار و هشدار میده که اون چیزی که انجام شد ممکنه بدترش هم تو راه باشه. تو دو مسئله این خیلی تاکید میکنه تو صحبتاش، هست حالا صحبت کاملش اینجا نبود، یک بخشی هست روی کمیت که میگه 130 تا 200، یک بخش هم سازمانده. به شدت کلیت رژیم تو از عنصر سازماندهی تو این قیام ترسیدن، اینجا هم تاکید میکنه، میگه ما با دشمنی روبرو بودیم که سازماندهی داشته. حالا اون با ادبیات خودش این سازماندهیشون از بیرون اومدن و لیدرهای اختشاش اونها که حرفای همیشگی رژیمه، اینجا داره به کلیت رژیم میگه که با مقوله جدیدی از قیام روبرویم، یک کمیت بالا و یک سازماندهی مشخص. و به نظر من راهی نداره بگه، چون اگه این رو نگه خب نیروهاش که میبینن قطعا دیگه میفهمن که تمام حرفا اینا دروغه، چون مثلا این اگه نگه 700 تا بانک سوخته، خب این آدمایی که از نیروهاش این 700 تا بانک رو میبینن مسئله دار میشن. خوشی چه رژیمی که تا یه آمار بانک رو نمیده؟ البته این آماری که داده کمتره ها،
آره، ولی خب بالاخره به طور واقعی حرفای رحمانی فضلی خیلی متفاوت بود از حرفی که بقیه به خصوص سران رژیم زدن. خاطر این خودش فهم کنم نوعی تشدید شکاف و تنش در رژیم رو نشون میده و تأثیر قیام در رأس حکومت رو. بله، این ضربه هایی که رژیم میخوره قطعا همیشه میگید توی رأس رژیم شکاف ها رو عمیق‌تر میکنه. البته ما تو محدوده گمانه‌زنی باید باشیم چون دقیق که الان باید زمان بگذره، ولی آنچه که من فکر میکنم که رحمانی فضلی اولا که به لحاظ مسئولیتش باید اینا رو بیاد بگه، چون وزارتخونه که باید بیاد بگه بالاخره اینقدر بانک سوزوندن، اینقدر موتور سوزوندن، اینقدر پاسگاه حمله کردن. اما وجه دومش که شما میگید داره به شاید به اون باند مقابلم میگه که حواستون باشه الان موقعی نیست که یخه منو بگیرید. موضوع فراتر از مثلا باند و این باند و اون باند، آن که اومده میخواد ریشه همه رو بزنه. اینم آمارش، اینم سازماندهیشون، اینم کمیتی که در صحنه آوردن. بسیار عالی. آیا چیز دیگه ای هست در رابطه با حرفای رحمانی فضلی که بهش بپردازین یا نکته دیگه ای هست؟ البته من سوال آخرام بود که تقریبا از اون پرسیدم که خواستم پرسیدم که این آمار ارقام موجب وحشت نیروهای رژیم نمیشه، که به نوعی شما جواب دادید، درسته؟ قطعا که میشه، ولی خب چاره‌ای هم نداره. چاره‌ای نداره. بالاخره نیروهای رژیم تو همین خیابونا، تو همین شهرها زندگی میکنن دیگه. خودشون که در معرض این بودن. بحث سر صحبت‌های رحمانی فضلی، ایزن روحانی، ایزن حتی صحبت‌های خامنه‌ای جدیدشون سر قیام هست، ولی فرصت محدوده و شاید اجازه نده. من در فرصت‌های بعدی خدمتتون میرسم. قطعا این واکاوی بیشتری داره صحبت‌های رحمانی فضلی. حتما. صحبت‌های روحانی هم هست که می‌خوایم بهش بپردازیم که چرا روحانی این کارو کرده و در واقع خامنه‌ای رو داده دم تیغ و خودش رو عقب‌تر عقب کشیده. اینها یک پازلیه. صحبت رحمانی فضلی، روحانی و صحبت خامنه‌ای با بسیجی‌ها که کرده. اینها رو یک پازلیه که قطعا تو این برنامه‌ها بهش خواهیم پرداخت در وسع فرصت. بسیار عالی. تشکر میکنم از شما بابک رهنورد.